وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و پنجم از ماه اپریل، در واقع درست بود روشم، ببخشید عوض میخوام، ماه مارچ. ما هنوز گیجیم بین ماهای ایرانی، بالی ماه مارس در روزهای دوشنبه در ارتباط با مغالطات صحبت میکنیم. امروز در واقع در هفته گذشته من با اسماعیل خویی تماس گرفتم، استاد اسماعیل خویی ساکن لندن. میدونید که یک حادثه هم براشون اتفاق افتاد و با چوب زیر بغل و عصا و درد کتف و اینها مشغول هستن. قرار شد که امروز خدمتشون باشیم، اون قصیده که سروده بودن رو لطف کنن برای ما و شما هموطنان گرامی بخوانم. پیش از این که بپردازیم به یک سابقه از قصیده، امروز خدمت شما خواهم داد این شعر از کجاست و که بودن قصیده سرایان بزرگ در تاریخ ایران زمین. پیش از آن عرض میکنم که رژیم ایران همونطور که مطلع هستید مخالف رو تحمل نمیکنه، معترض جایی نداره در این رژیم پربرکت، به وجهی که بیشتر از 130 نفر از معترضین خارج کشور رو آدم کش فرستاده کشته. در داخل هم که البته ماشاءالله زندان هامون خیلی زیاد هستن، از قدیم و جدید، از اوین بگیرید تا نمیدونم عادل آباد و اینها هستن، کم نداریم زندان. به محض اینکه یک کسی عرض شود که فعالیتش در تعارض باشد با عرض شود که سیاست های رژیم، جاش در زندان هست. من جمله حشمت تبرزدی، این مرد شجاع آزادی خواه که نمیدونم روی هم نزدیک 10 سال هست در زندان به سر میبره. و شنیدم، البته این خبر جدید نیست، خبر 6 ماه پیش، ابوالفضل تبرزدی پسر برادر او، یک جوان انسان عرض بکنم حساس طرفدار حقوق بشر، به جهت اینکه عرض کنم که با عموش موافق بوده است، اون رو هم به زندان انداختن در اهواز، نمیدونم در کجا. یک زندانی قریب نمیدونم 9 ماه 1 سال نمیدونم چقدر اون زندانی دادن. حالا تصور بفرمایید شما یک جوانی باشید، شوری در سر دارید، عرض شود که معمولا انسان در سنین جوانی حساسیت ها دارد، حساسیت ها راجع به فقر، راجع به جامعه، راجع به گرفتاری ها، راجع به حقوق بشر، اینها، این اصولا خاصیت جوان هاست. عذر میخوام در این دوره ها، حالا بعد در دوره های بعد آدم به خاطر مصلحت زندگی ممکن است عقایدش رو تغییر بده. مشهور هست که حالا در اون روزگار گسترش سوسیالیسم و این حرفا میگفتن شما اگر جوان باشید سوسیالیست نباشید، یعنی گراینده به منافع جامعه نباشید، میگفتن که شما قلب ندارید، بعد از 30 سال اگر سوسیالیست باشید مغز ندارید. حالا این رو غربی ها در آوردن. باری ایشون هم در زندان هست، بله. و بعد در سنین جوانی ابتدای عمر اینا و داستان زندان و ضربه های روحی و عصبتی گرفتاری ها، این قصه ما بوده در این 150-60 سال، یعنی میتونم بگم از روزگار ناصرالدین شاه به این سو، هر کسی سخنی گفت که دیکتاتورها برنتافتن زندان. و خنده آور اینجاست که انتخابات برقرار میکنن. این انتخابات برقرار کردنش دیگه واقعا یک دهنکجیست به همه ارزش های سیاسی. بگذاریم، یک نکته ای هم من گفتم، این دوستانی هستن نشستن ببینن ما چه میگیم، یه چیز از توش استخراج کنن در باب این که صدام حسین گفته بود آقا ما این خمینی رو میتوانیم بکشیم یا بفرستیم بیرون، یک طعنی در سخن بنده بود، اما این طعن من متوجه این نبود که میبایستیم میگفتن اون رو میکشتن، بلکه تن متوجه ترس دولت بود از آخوند، چون در اون زمان قادم هم میکشتن. همین آقای ثابتی که خوش و خرم در سواحل اقیانوس آرام زندگی میکند، اینجا در کالیفرنیا یک جای شنیدم هست،
یک تعدادی از زندانیان رو جابجا میکنن و بعد میگن بیاین پایین یه هوایی بخورید. بعد این نازی ها از پشت داری منم مسلسل، یعنی دستگاه اطلاعاتی و اینها در اون روزها از کشتن آدم ها عبا نداشت، اما از آخوند وحشت داشت. این بود نکته. آقای داریوش همایون، نمیدونم وزیر اطلاعات رژیم، خود بنده فرمودن که ما در موضوع سینما رکس در ظرف 10 روز 10 روز کشف کردیم که کی بود، کدوم آخوند گفت، کدوم مرتجع بنزین آورد، چگونه در بستن، چه کردن، سوزاندن. اما دولت میترسید که بگه آقا کار آخونده بود، چون به آیات بر میخوره. گردن گرفتن. یعنی رژیمی که سینما ساخته بود در مملکت، در قم برده بود سینما ساخته بود، گردن گرفت که سینما رکس آتشون از آخوند میترسید. نکته اینجا بود. طرفداران استبداد هم آدم های جالبی هستن واقعا. خب اینجا خدمت شما من دو کتاب دارم اینجا. یکی کتاب 100 مقاله نوشته حسین مهری. حالا حسین مهری هم احتیاج واقعا به معرفی نداره، من بیشتر از 50 سال است که در کار فکر و قلم هست، در کار ترجمه نویسندگی از کنم رونالیز، مصاحبه های خیلی خیلی جالب ایشون رو از رادیو صدای ایران شنیدید. 100 مقاله در این کتاب گرد آمده است، مقالات بسیار بسیار جالب و جذاب. براتون تیکه هایش رو خوندم. عرض کنم که 100 مقاله درباره فرهنگ، هنر و سیاست از حسین مهری، بله، در لس آنجلس چاپ شده است. من خدمت شما تلفن آقای مهری رو اعلام خواهم کرد که بتوانید زنگ بزنید، از خود ایشون بتوانید با خودشون یا با خانم مهری صحبت کنید. تلفنشون عرض کنم که در پایان برنامه خدمت شما اعلام میکنم، فکر کنم همون تلفن قدیم باشه، تلفن 310-207-1969 310-207-1969. یکی هم این نشریه رهاورد هست. این نشریه رهاورد به همت مرحوم حسن شهباز مدت‌ها در این آمریکا چاپ می‌شد، به صورت یک دفتر قطور از مقالات خیلی خیلی جالب هست. بعد از فوت این دوست عزیز خانم شعله شهباز، خانم ایشون ادامه دادن. بسیاری از اهل قلم با این نشریه همکاری میکنن. این شماره پایانیش هست، برای من فرستادن. خیلی خیلی مقالات جالبی است در این شماره. من این عرض کنم که تلفن رهاورد هم خدمت شما اعلام میکنم حتما. بله، این آخرین شمارهش هم 30 سال انتشار، رهاورد فصلنامه آزاداندیشان ایران، و تصویر دکتر مهناز افخمی رو نشون دادن. بله بله، تلفنشون هست 310-710-724-8117 310-724-8117. این هم نشریه رهاورد اینجا روی میز. خب قصیده خویی هم جلوی من هست، زنگ زدم خدمتشون هفته پیش و همچنین دیشب با هم صحبت کردیم. قرار است که زنگ بزنیم و صحبت کنیم. باری اجازه بدید من در باب این نوع شعر یک اطلاعات جزئی خدمتتون عرض کنم، و این است که این قصیده یکی از انواع شعر هست، هم توی مطلع هستین. از واژه قصد، قصد به معنی هدف، و اعراب پیش از اسلام بسیار مشهور هستند به داشتن قصاید خیلی بلند و متین. شعرای بزرگ عرب مثل فرض فرمایید امرؤ الغیث یا زهیر، الاعشا میمون غیث و چند تن دیگر، اینها به جهت اینکه در عربستان با اون وضعیت جغرافیایی که بود هیچ هنری نمیتوانست روش بکند. یعنی شما هر هنری رو که بخواید مثل مجسمه سازی یا نقاشی، اینا یه درجه ای رو از مدنیت و شرایط درست طلب.
اما سخن گفتن چیزی لازم نداشت در واقع. اون کلام عرب بود. حالا هر سبت که مرتب میگن جاهلی جاهلی اینها، تلفن هم اگه مرحمت کنید جاهلی. آقای خوی رو خط هم؟ خیلی خوب. جاهلی جاهلی چنین نبود واقعا، و شعرهای بسیار داشتن. من فکر کردم آقای خویی نیم ساعت دیگه صحبت میکنیم، اما ایشون رو خط هستن، اجازه بدید که درود بگیم. خویی گرامی درود بر شما. درود بر شما بهرام‌جان مشیری، هنگام بر شما خوش و همچنین بر همه شنوندگان و بینندگان شما، همیهنان و هم زبانان خودم در ایران و در سراسر جهان. قربانت گردم خویی جان. من شنیدم و فرمودید که با چوب زیر بغل حرکت میکنید. بله بدبختانه چنین است. من زنی خودم یک چوب 6 ماه پیش به لگن خاصره که از واجه مدنی ترکیب شد ویشتیه خوشم نمیاد بکاش کنم. برحال در اثر آمدون با کاسه انجای ما شکست و همچنین شونه راستم سخت آسیب دیده و گرچه بسیار بسیار بهترم ولی همچنان دردمندم و به ویژه رفتن این روزا برام بسیار دشواره. با یه اسای چهار قد اینسورانس میدم ولی دکتر گفته که تا یک سال بعد دوباره راه خواهم افتاد. تا یک سال طول میکشه؟ تا یک سال؟ بله یک سال از وقتی، یعنی الان 6 ماه دیگه مونده. واقعا هم فکر میکنم پیش بینیش درسته، چون اولا از رو تجربه میگه و بعد هم الان حس میکنم که پام قوی‌تر و قوی‌تر داره میشه، میتونم دیگه کمتر تکیه کنم به این اصلا. همین هم البته از خونه نمیتونم برم بیرون، وقتی قرار لازم باشه حتما برم جایی با صندلی چرخدار میبرم و میتونم شو، ولی فکر میکنم کم کم دیگه نجات پیدا کنم. به هر حال به گفته یکی از دوستان عزیزم عوارض شناسنامه هم هست که داره سراغ ما میاد دیگه، کارش نمیشه کرد. عوارض شناسنامه. استاد خوی گرامی عزیزم، عرض شود که مدت هم در بیمارستان بودین شما و من دو ماه در کلو هم رفته، سه ماه و نیم در بیمارستان بودم که یک ماه و نیم دومش رو در ریهابیلیتیشن سنتر داشت میگفت میگم. بله فیزیوتراپی بیشتر در کار بود و آماده کردنم برای این که بتونم وقتی به خونه برمیگردم دستکم کارهای بنیادی روزانه رو خودم بتونم انجام بدم. ولی الان در کل 6 ماه از اون روزها گذشته، از اون روزی که زمین خودم گذشته، ولی چون اگه گفتم خیلی خیلی الان بهترم. خدا را سپاس، خدا را سپاس. آمریکا تشریف نمیارین؟ والا امام رضای اونجا باید ما رو به طلبه مشهد یه سلاسی میگه اگه امام رضا ما رو به طلبه میان در هر شهری هم به لابد امام رضای هست که اون باید ما رو به طلبه. بله فعلا اگر هم برخ... یعنی اگر چنین طلبی هم در کار بیاد نابه انگامه برای که بله تصمیه نیستم بیان چند ماهی صبر کنم شاید بیام. امیدوارم در حال به امید دیدار شما هستم. به امید دیدار استاد خویی. من عرض شود که هفته پیش بوده، حدود 10 روز پیش، دوستی از لندن زنگ زدن ارسلان و این قصیده شما رو عرض شود که برای من فرستادم، خوندم، از به چند جهت خیلی تعجب کردم
یکی از بزرگواری تو بزرگوار، یکی هم از استحکام و بلندی قضیه، به وجهی که من جرئت نکردم بخوانم. فکر کردم که شعر رو از زبان شاعر شنیدن چیز دیگری است. امیدوارم که شما برای خوندن قصیده بلند مشکلی نداشته باشین. نه فقط عزیزم مهری که نسبت به شما دارم من به من انرژی میده. قربانت برم عزیزم، خیلی خیلی بزرگواری که من واقعا بی اندازه شرمسارم اینجا نشستم، بسیار بسیار شرمسار محبت شما هستم این بزرگواری. و مطلبی خواستم خدمت عرض کنم که وقتی شما صحبت میفرمایین بعضی کلمات مفهوم هموطنان نیست، اینو خواهش میکنم که یک کمی با تومانینه بیشتر که هموطنان متوجه عبارات باشن. قصیده سبک خراسانی. آقای خویی من میخواستم توضیح بدم، البته امیر من فکر کردم که 15-20 دقیقه توضیح میدم دواب سابقه قصیده، و میخواستم بگویم که در بعد از گذشتن دوران خراسانیان حتی در قرن مثلا ششم و هفتم. آقای ماشیری جانم، من الان خوشتر میدارم که شما نخواستون تلویزیون رو روشن کردم نشسته بودم گوش میدادم، خوشتر میدارم شما نخواستون مقدمتون رو بگین و من بعد این قصیده رو بخونم. میتونم تلفن رو قطع کنم و دوباره بگیریم. شما اگه شما اینجوری میپسندین عزیزم، باشه من یه 10-15 دقیقه صحبت میکنم و بعد و اگه شما این ترجیح رو میدین من این کار رو خواهم کرد، وگرنه من دوست دارم صدا شما رو بشنوم و شعر رو بخونم. من اول خوشتر دارم که پیش گفتاری شما رو بشنوم. باشه عزیزم، باشه باشه، خیلی ممنون. پس ما مجدد خدمت شما زنگ میزنیم دکتر خویی. باشه عزیزم، قربونتون برم، خداحافظ. قربان. خب عرض میکردم خدمت شما در باب قصیده اینه که اینها مردمانی بودن در بیابان، عرض شود که سالی یک بارم جمع می شدن اینها در یک بازارهایی در همون ماهای حرام، که بعدن البته گفتن در ماهای حرام هم آدم کشی و سرقت و اینا مشکلی نداره، اونا هم به هم زدن. یعنی سنت عرب این بود که آقا در چند ماه ما شمشیره بزنیم کنار، صلح، دوستی، شعرخوانی، فستیوال، در واقع دیدار یک دیگر، روزگار در واقع فراخوندن روزگار صلح آشتی، خرید، اینها می اومدن در چند بازار که مشهورترین اوکاز بوده است، اینها می اومدن شعرای بزرگ عرب، قصیده ها در دست می اومدن اونجا و می خواندن. حتما یه خیمه بزرگی برپا میکردن شعرای بزرگ، و در اونجا ناقدان سخن بودن، ناقدان سخن بودن و قصاید رو گوش میدادن و بهترین اینها رو میآویختن به دیوار کعبه، به جهت اینکه کسانی که سواد داشتن میآمدن این قصاید رو در واقع استنساخ میکردن، حفظ میکردن، میبردن به قبیله میخواندن. و این بزرگترین هنر عرب بوده، بزرگترین هنرش بوده، و عرب به شاعر، در واقع قبیله به شاعر و شاعر به قبیله افتخارها داشته. این است که یکی از سرمایه های مهم فرهنگی قبیله شعر بوده، شاعر قبیله بوده. اینا تا میرسیم به روزگار پربرکت اسلام، روزگار اسلام روزگاری است که به جهت اینکه بنیانگذار اسلام همه توجهات رو به این تعلیمات ارشدت که آسمانی اصطلاحا میخواسته است، هر چه جذابیتی داشته نفی کرده. امروز هم همین جور هست، عبث نیست که بعد از 1500 سال طالبان میره و این مجسمه های بودا رو منفجر میکنه، به جهت اینکه اینها حرام هست، هنر حرام هست. در اسلام ما هنری نداریم که، عرض کردم ما مسلمان هنر ما میتونیم پیدا کنیم، اما اسلام هنری که ما نداریم که پدر جان. هنر اسلام و شعر، عرض شود که در قرآن هم نفی شده، در مرز در واقع تحریم قرار گرفته. این است که روزگار شعر عرب رو در واقع یک روزگار چگونه از کنند کاست شدن روزگار شعر عرب داریم در این روزگار اسلام، تا اینکه دوباره این غارت ها اضافه یافت و مجالس شب نشینی و خوشباشی و ثروتی و نوعی دیگری از شعر طلب میکرد، تغزل پیدا شده است. رو داستانش خیلی مفصله، وقت هم کن چون شعر بلند هست، خویی هم با تومنینه میخوانه شعر را. این است که من سعی میکنم کوتاه کنم. باری در ایران ما
ما بیشترین قدیمترین سوابق رو به روزگار قرن سوم داریم. شاید اولین قصیدگو محمد ابن وصیف باشد، سگزیست سیستانی، در وصف یعقوب، یعقوب لیس، یعقوب لیس، بله، ای امیری که امیران جهان خاصه و عام، از جا شروع میشه. منطقه چون اینا تکه پاره است و قصیده میگوین کمتر از 14 بیت نیست، این است که قطعاتی از اینها هست و بعض قصاید کامل مثل شعر رودکی، مادر می را بکرد باید قربان، بچه او را گرفت و کرد به زندان. این قصیده است که خمریه در واقع رودکی است و در روزگار محمود است که قصاید خیلی بلند و متین و واقعا زیبا داریم از این شعرها، مثل فرض کنیم قصاید عنصری، ولی چنین نماید شمشیر خسروان آثار، چنین کنند بزرگان چه کرد باید کار، به تیغ شاه نگرد نامه گذشته مخون، که راست گوتر از نامه تیغ او بسیار. که البته حالا بگذاریم که مضمون ارتجاعی است، اما شعر خیلی 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 بلنده. یا منوچهری و فرخی، اینا رو اصطلاح میگن سبک خراسانی. قصاید خیلی بلند و زیبا داریم، خصوص از این دوتن، مثل قصیده داغاه چون پرند نیلگون بر روی پوشد مغزار، و قصاید منوچهری. منوچهری، اینا قصاید خیلی زیبا و در واقع میشود گفت زیباترین قصاید زبان فارسی و متین‌ترین اینا و محکم‌ترین اینا مربوط به همین دوره هاست، تا روزگار ناصر خسرو. ناصر خسرو و قبادیانی میشود گفت آخرین قصیدگوی خراسانی است، به وجهی که عرض کنم که گفته شده است، یعنی سبک متین و بلند خراسانی و بیشتر گرایش ها به طبیعت هست، نوعی مثبت اندیشی در این اشعار هست و شادخاری و شادکامی. اینها در واقع چون این فرهنگ در نوز همون پیوسته به فرهنگ ساسانی، هنوز کتک خوردن ها و قتل عام ها و کسافتکاری دین و اینها هنوز در واقع در جامعه رسوخ نکرده بوده، این ناصر خسرو مرزی است در واقع. و اون قصیده بسیار بسیار مشهور او، نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیل سری را، به خود چون کنی اختر خیش را، بد مدار از فلک چشم نیک اختری را، بسوزند شاخ درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را، درخت توگر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. بعد روزگار دیگری آغاز بشه، یعنی حکام محلی، شاهان محلی، بعد مبالغ دین و عرض میکنم تصوف و اینها هم آمده. این شعر بیشتر متنشان خاطر پول هست و اینها، که همه اینها هم یادگاره های در واقع ارزشمند شعر فارسی است. آدم های پیگری پیدا شدن از به لحاظ معنی به نوع دیگر در واقع شعر گفتن در این ارتباط، مثل انوری و خاقانی و اینها. در قرن ششم قصیده گو بسیار بسیار داریم، جمال الدین اصفهانی، کمال الدین اسماعیل که بعد از او آمده است و اینها هستن. اما دیگر هرگز ما به اون بلندی شعر خراسانی ما در این دوره های عراق با نداریم، و مضمون قصاید هم دگرگون شده. سعدی به عنوان مثال یکی از قوی ترین قصاید در اونجا پیدا می‌کنیم، اما دیگه اون قصیده بلند بیشتر به تغزل بیشتر شبیه هست تا به قصیده. اون استواری و بلندی قصیده رو ما در قصیده سعدی نداریم، و از اصل و حکمت هست و اینجور چیزها. عرض شود که در این دوره‌های عرض می شود که همین صفویان و اینها که چیز به درد بخور در این زمین نداریم. در واقع از این بخش دوم هم به گمان من، یعنی از بعد از ناصر خسرو تا روزگار حافظ، قصیده به معنی اخص کلمه رو شاید ما در سلمان پیدا کنیم. سلمان صابجی چه قصیده خوب داره، و بعد در روزگار صفوی ما چیز قابل توجهی در قصیده نداریم دیگه. این سبک هندی و اینا ایجاب نمی کرد، طبهای بلند نبودن اینا، تا ما میرسیم به عصر جدید. من سخن خیلی خیلی کوتاه کردم که شعر خیلی بلندی است، شعر خویی که وقت باشد. و بعد در عصر جدید ما عرض شود که یک مرتبه یک غول سر بر کرده، پهلو زده با خراسانیان، و اون ملک و شعرهای بهار خراسانی است. این خراسان
همان گونه که خویی از خراسان هست. خراسان سرچشمه ادب و فرهنگ این سرزمین بوده و اتفاقا بد جایی بوده خراسان، یعنی محل تردد و تجاوز غارتگران و دزدان اون دشتای اون طرف بوده. صدها بار این شهرهای خراسان بعضی از اینها قتل عام شدند و تخریب، به خصوص روزگار مغول و بعد تیمور اینها، اما هنوز سرچشمه ادب از خراسان منقطع نشده. در این عصر اخیر هم بزرگترین ادبای ما بیشتر خراسانی بودند، خراسانی بودند. ملک شعرای بار، ادیب پیشاوری، ادیب نیشابوری، مرحوم فروزانفر، حتی شفیعی و خویی، اینا خراسانی هستند. در واقع این شیوه تفکر و سخن بلند از خراسان بوده. ملک شعرای بهار هم در واقع همونطور که میدونید خراسانی است و موضوعات قصاید او هم بیشتر اجتماعی است. تشبیه های فوق العاده داره ملک شعرای بهار در قصیده دماوند یش، واقعا یک شاهکاری است. و قصاید دیگر دو چیز است، شاگسته نزدیک من، مقدمه رو میگفتن تشبیب و بعد مقصود بیان میشد و بعد اختتام قصیده بود و اینها. میفرماید دو چیز است شاگسته، در چیز نادرشاه هست این قصیده، دو چیز است شاگسته نزدیک من، رفیق جهان جوان و رحیق کهن. رفیق جوان غم زداید ز دل، رحیق کهن روح بخشد به تن. جوانی نبر دامنش گرد نن، شرابی ندر صافیش درد دن. نهاده بتی باده در پیش روی، کشیده یکی مر بر باب زن. بخوان شعر و اخبار کشور مخوان، بزن چنگ و لاف سیاست مزن. و قصاید دیگره او. یه ادیب الممالک هم داریم که از قافله زمان خیلی عقب بوده این ادیب. ادیب الممالک برابری نمی کند با بهار به هیچ وجه من الوجوه. من در دیوانش واقعا چند روز پیش نگاه میکردم این سو اون سو طبعی داشته، اما نه، بهار چیز دیگری بوده. و در این زمینه ما دیگه شاعر بزرگ قصیدگو و قصیدسان نداریم تا اسماعیل خویی. در واقع من مطمئنم که در تاریخ ادبیات آینده نام اسماعیل خویی در کنار قصیده‌سرایان بزرگ باقی خواهد ماند. وقتی که تاریخش رو بخوان بررسی کنن به ایشون حتما برخورد میکنن. و قصاید بسیاری خویی در این زمینه‌های مختلف اجتماعی، چون شاعر تعهدش در روزگار قدیم به دربار بود و پادشاه بود و اینها، در روزگار تمدن و در واقع تجدد تعهد شاعر به جامعه شد. قصاید بهار بیشتر قصاید اجتماعی است، قصاید سیاسی است. اینجورا اجازه فرمایید که امیر جان تشریف دارین در اتاق فرمان، یک موسیقی کوتاه بشنویم و با این مقدمه خیلی 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 کوتاه، حالا یک روز مفصل این قضیه رو میاریم خدمتتون صحبت می‌کنیم، راجع به یکی یکی این شعرا صحبت می‌کنیم. بعد از این موسیقی کوتاه برمیگردم خدمت شما و صدای دوست گرامی دکتر اسماعیل خویی رو می‌شنویم و قصیده بلندی که اخیراً سرودن. تا چند دقیقه دیگه بر شما هموطنان گرامی، امروز با دکتر خویی صحبت میکنیم و شعر بلندی که سرودن. عرض کنم در این فاصله مرحوم ملک و شعرا تا خویی البته بودن، کسانی که قصاید خیلی خوب سرودن مثل رعدی آذرخشی و دکتر حمیدی شیرازی دیگران، اما اینا قصیده سرا به معنی اخص کلمه یک تب آزمایی کرده بودن به عنوان قصیده سرا. ما عرض کنم که نمیشناسیم، اما خویی بعد از فکر میکنم 24-25 سال پیش بود اولین قصیده شونو من شنیدم، هم بسیار حیرت کردم هم بسیار لذت بردم، به خصوص مضامین عالی اجتماعی سیاسی و مطبق بودن. حالا اجازه بفرمایید که صدای خود ایشان رو بشنویم و این قصیده بلندی که اخیراً سرودن خیلی خیلی هم بلند هست و از زبان خود ایشان این شعر رو بشنویم. دو بیت این شعر رو من خدمت شما قبلا خوندم، اما فکر کردم که بهتر است با صدای خود ایشون، با اینکه در حال در واقع نقاهت هستن از اون تصادفی که داشتن،
صدا خودشون. دکتر خویی درود بر شما. درود دوباره، یک بار دیگر درود بر شما و همجان مشیری قربانت کردم و همچنین بر همه بینندگان و خوشنوندگان شما. باری برم جان، در پیوند با این قصیده یکی از دوستان یه مقاله مانندی نوشته به من و فرزانشم کرده که حالا تو بعد از اون که قصیده سرایان کلاسیک ما مرد شاهان رو میگفتن، حالا تو کار بسیده اینجا که مرد آقای مشتهی رو میگی. و خب خب از این سخنان فقط با اینا رو باید فقط شنید و جدی هم نگرفت. من تنها سخنی رو که به جد میگیرم سخنی است که از دل خودم و از وجدان خودم میشنوم. فقط از ناصر خسرو که ازش به خوبی یاد کردید هم اکنون این برف همون قصیده که تن بیتشو خوندید شما، این بیت رو من هرگز فراموش نمی کنم که منانم که در پای خوکان نریزم بر این قیمتی در لفظ دری را. بحبه منانم که در پای خوکان نریزم بر این قیمتی در لفظ دری را. بحبه این از همین استاد بزرگوار کاش می شنیدیم این سخن درخشان رو واقعا نیده بودیم درستی به این روز در دوچار نمی شدیم. می فرماید که از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شدم. از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم که از بین مور در دهن اژدها شدم. خب داری این گونه از شعر که چنین مضامین بلندی رو به راحتی میشه درش بیان کرد، دلیل است براستی که یک بار برای همیشه کنار گذاشته بشه. و به هر حال از حالا نمیخوام به سخن گفتن بیفتم، حرفای بسیاری دارم در این زمینه که من چرا یک بار دیگر به قصیده و روایی و غزل گویا آوردم، ولی اجازه بدید اینو میذاریمش یه وقت دیگه. ولی یک بار دیگه این قصیده رو که در ستایش خود شما سرودم برات بخونم، این قصیده رو سرودم در ستایش شما برای آن که خب نه شاه هستی و شیخ هستی و میتونی مقام و نامی به من بدی و من آزادم از هر چه نام و کام و مقام است. من این قصیده رو برای بهرام جان مشیری نیست سرودم، تنها و تنها به دلیل آن که او را شایسته این صدایش میبینم. درود بر تو عزیزم، شرمنده کردی من. اصل شعر رو بخونم براتون. بله بفرمایید. قصیده در قصیده در ستایش بهرام جان مشیری و پیشانی اون این بیت درخشان مولوی رو داریم که خرد چشم جان است تون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. دوستی را راستی شد دستگر بهرام جان، نیست مردم را کس از تو دوستر بهرام جان. دوستی را راستی شد دستگر بهرام جان، نیست مردم را کس از تو دوستر بهرام جان. راست و بی پرده میگویی سخن، بی بیم از آن که برنج از دست و مردم سر به سر بهرام جان. راست و بی پرده میگویی سخن، بی بیم از آن که برنجن دست و مردم سر به سر بهرام جان. نیک و بد چون میشناسی، یعنی بینا توی چشم جان، یعنی خردشان را به سر بهرام جان. رشته ها از دانش اندوزی چنان که گویا
گشت دانشگاه در تو مختصر سهرام جان، نه همان تاریخ یا گیتی شناسی که از تو شد شعر و موسیقی ما هم بهتبر بهرام جان. طرف دانشنامه ای باشی سخنگو، واگه از هرچه هر جا در جهان از بحر و بر بهرام جان. میتوانم دیدنت حزبی و هم آمیخته رهروان و رهبرش در یک نفر بهرام جان، زن که در این حزب بالا اوز تانت شد کسی که علوم عصر را دارد زبر بهرام جان. از قلوب باید بپالایم سخن، زیرا علوم می روند از خود دمادم پیشتر بهرام جان. علم زیرا جاودان ترهیست در خود ناتمام، سکنت حضم به شک در خود نظر بهرام جان. این حقیقت لیک می ماند که از برخی علوم دانشی داری چو دریاب نورد بهرام جان. کاش استادی به دانشگاه بودی در وطن، تا نمی شد عمر دانشجو هدر بهرام جان. کرده است الگوی از فیضی دانشگاه را شیخ این سر دشمن علم و هنر بهرام جان. این تباهی لیک دانشگاه را دارند دور، نخبگانی چون تو دانشگاه اثر بهرام جان. چیست ایمان جز که در پیوند با یک دین خاص، باور پرشور و بی اما وگر بهرام جان. میگزیند بر تخصص شیخ ایمان را، از آنک دارد ایمان مردمان را کور و کر بهرام جان. زن که ایمان بر نتابد شک و پرسش را، که زن می شود اندیشه ما بارور بهرام جان. یعنی ایمان را نباشد تازشی با علم و فن، به تخصص شاخهاشان را بر بهرام جان. گوید ایمان آدمی از جنس حیوان بدتر است، علم بازش آورد تا جانور بهرام جان. گوید آن از آدم و حوا سخن، حالان که این گوید از میمون بشر برکرد سر بهرام جان. با ستم ها که روا فرموده باشد بر زنان، بی گمانم که بود الله نر بهرام جان. و چو خواهم در تصور آورم او را، مرا شکل میگیرد خمینی در نظر بهرام جان. یادم آمد قصه ای از مولوی، کامیخته است در کلام خیش حنظل با شکر بهرام جان. قصه ای آن روستایی که در استبلش دو دام بود و تا ایزند و مایه درد سر بهرام جان. یاد داری بیگمان گفتار مردک را، چو دید که دعایش گشته وارون کارگر بهرام جان. تو چسان دانا خدایی، گاو مرد مرد گفت که ندانی گاو باز از کر خهر بهرام جان. آن خدا که کوه‌ها را میخ یابد بر زمین، گرچه گوید آگه است از خشک و تر بهرام جان. شاعر است اما نه آن هم شاعری کش بشمری در تخیل خود ز من هم زبده تر بهرام جان. نیست فاصل حالیا جز ذره تاریک جهل، از حقوق شهروندی تا بشر بهرام جان.
و به نام شرع شیخان شیخ کوشد جهر را با نظام خیش دارد مستمر. بهرام جان جهر دارد که فخر اوست اما در شعار، مدریکش مانده از پیغامبر. بهرام جان جهل و فقر، جهل و فقر این مایه های شوم گوناگون فساد، بلکه دو صد چشمه هر گونه شر. بهرام جان حالیا پای، جهل و فقر این مایه های شوم گوناگون فساد. من بایزد باید آبی بنوشم چون دوار که میخورم دهنم به شدت خشک میشه. باری جهل و فقر این مایه های شوم گوناگون فساد، بلکه دو صد چشمه هر گونه شر. بهرام جان حالیا دو پایه‌ام در ساختار این نظام، پایه های دیگر آن زور و زر. بهرام جان بامی از تزویر بر این چهار پایه دوزخی است، این تصویر نظام مستقر. بهرام جان کاخی از بنیاد کج وان بر مسیلی که از نخست سیل و طوفان را بود راه گذر. بهرام جان کرد بنیادش خمینی تا که برخوردار من دارد از عدل علی بار دیگر. بهرام جان ساخت کاخ داد نوشیروند ولی کرد بنیادش خمینی تا که برخوردار من دارد از عدل علی بار دیگر. بهرام جان ساخت کاخ داد نوشیروند ولی گویی که کس زن نگردد جا داد جو گر نیست خر. بهرام جان ساخت کاخ داد نوشیروند ولی گویی که کس زن نگردد داد جو گر نیست خر. بهرام جان باش تا بینی که چون طوفان خشم مردمان می کند این کاخ را زیر و زبر. بهرام جان ابر کین خلق را بنگر که چون پیچد به خویش تا ببارد شار شار و جر و جر. بهرام جان نک نخستین قطره ها تر می کند مژگان ما، می نگر بهرام جان خوش می نگر. بهرام جان باش تا بینی که چون پیک نظامی نو شود سیل آخوند و جن آشوب جر. بهرام جان وان زمان در باغ میهن ریشه اندیشه هات می شکوفد در درختی پر ثمر. بهرام جان وان درخت دارد بسی پاجوش و آن پاجوش ها شاخه ها زایند با بس برگ و بر. بهرام جان برگ و برشان علم صنعت فن هنر بهزیستی و حقوق مطلق نوع بشر. بهرام جان شادی و آبادی آن گهمان در آزادی بود پیش پا افتاده تر از خواب و خر. بهرام جان آن زمان باز از فقیهان گر کسی جویت نشان بایدش رفتن فروتر از سقر. بهرام جان وان زمان از رنج نایابی کار و نان همه میرهند این مردمان رنج بر. بهرام جان این زمان نزدیک بینن دور بینند این همه جا که رؤیاشان نماید در نظر. بهرام جان دیش آن را کاینه جان باشد آین خرد چون تو
ای فرزانه روشن نگر بهرام جان، نیک بیند که این همه از جنس شاید نیست، بل باید است و بایدی بیلی کگر. بهرام جان، شیر را ننگ است پنهان گشتن از مشتی شعار، شیر را ننگ است پنهان گشتن از مشتی شغال. نیست زین رو زبد خواهان حذر. بهرام جان، دشمنان داری همه از جنس ناپاک دروج، این یک از آن و این یک از آن و یک از اینشان بتر. بهرام جان، دشمنان داری همه از جنس ناپاک دروش، این یک از آن و یک از اینشان بتر. بهرام جان، در امان میمانی از اینشان بدی، از راستی هم زره داری و هم خود و سپر. بهرام جان، چون به تو اندیشم آید یادم از اسفندیار، امیل رو این تن آهنجگر. بهرام جان، حالیا در پایگاه پاک جانان جهان تو بمان، که نیست از تو پاکتر. بهرام جان، تو بمان تا روز پیروزی از این بیدر کجا، برگشایی سوی میهن بال و پر. بهرام جان، من هم از دیگر نباشم میکنم هم بال تو این دل بی خانمان و در بدر. بهرام جان، من هم از دیگر نباشم میکنم هم بال تو این دل بی خانمان در بدر. بهرام جان، درد بی درمان پیری یادم آمد، قرن من آنیم که بر خدایم موی گر. بهرام جان، وز پس پیری چه آید؟ مرد دیکت غم مباد، تو به من صد سبز صد سال دگر. بهرام جان، درود بر تو. درود بر تو دکتر خویی عزیزم. من نمیدونم واقعا چه بگم، بسیار واقعا کلامی نیست. خیلی از شما سپاسگزارم، نمیدونم چه بگم واقعا. این بزرگواریش تو رو من هرگز فراموش نمیکنم واقعا، نمیدونم چه باید گفت. اینجا دو اشاره هست، یکی اشاره فقر و گفته رسول، یکی اون دهاتی و اون گاو و خر. یک توضیح هم بفرمایید که هموطنانی که شنیدن متوجه باشن فرمایش شما منظور چه بوده اینجا، که اون داستان اون دهاتی داستان مولانا رو. بله، داستان این است که دهاتی رسای مولوی براستی درخشانه. بله، حالا خودم این داستان او رو یک بار دیگه دارم با یه مصنوعی تازه تری بازگویی میکنم، ولی باری داستان مولوی این است که شگفت انگیزه. فکر نمی کنم خود مولوی شاید آگاهانه آگاه باشه به برایندهای این داستان، برایندهای کفرآمیز این داستان، ولی خب گاهی او از این کارا نیز میکنه. بله بله، در تصمیش باری یه روستاییست گاهی داره با گره خری و همسرش هم مرده و فرزند شیرخواره هم دارد. گاو شیر میدهد و از آنجا که کرخر نیز مادر ندارد، شیر گاو رو باید میان کرخر و بچه خودش تقسیم کنه و نتیجه این میشه که به بچه او شیر و اندازه کافی نمیرسه. یک روز و البته آدم بسیار تنگ دستی، یک بار در اوج درماندگی دست به درگاه خدا برمی آرد و می گوید ای خدا، این کرخه را مرگیده تا
فرزند من شیر بیشتری بتواند بنوشد. فردا اینو میگه و میره میخوابه، فردا صبح برمیگرده به استبل و میبینه ای بابا گاوه افتاده مرده. یادش برمیاد که ای مرد اگه اون برای نشستی تو بعد از این همه خدایی هنوز باز نشناسی که گاوه از خر باز ندانی. خیلی خیلی جا در اینجا بهش اشاره شده. بله بله، بسیار بسیار جالب و بسیار بلند. اکنون که شما رو پیدا کردیم دکتر خویی و صحبت پیش آمد، در واقع من اون قصیده‌ای که شما برای خمینی سرودید و در بیت پایانیش میگوید که این چامه ماند از پس من یادگار من تا هست در زمان سخن گفتن دری، به قدری توجه من جلب کرد و حذف کردم و اینها. و بعد قصاید بعدی و بعدی و بعدی، چون خود شما اشاره فرمودین، حتما برای دوستان ادب هم این سوال همیشه مطرح است که چگونه شما گرایش پیدا کردید باز به سرودنش در واقع قالب‌های کلاسیک شعر مثل قصیده یا غزل. بله، من نمیدونم وقت داریم. بله یه حداقل 20 دقیقه وقت داریم عزیزم، بفرمایید. خیلی خوب. نکته که میخوام بگم این است که به گمان من بعد از انقلاب، انقلاب به گفته زنده یاد شکلات حق نجات ملاخر شده، شعر نیمایی از بسیاری نظرات به ویژه از دیدگاه زبان و از دیدگاه سمبولیسمی که به کار میبرد دچار بحران شد. بله. یعنی چی؟ ببینید، اولا خب همه میدونیم که زبان شعر نیمایی، زبان شعر نیمایی تا اونجا که به کار سیاست و جامعه میپرداخت، به زبان نمادگرایانه، یعنی زبان سمبولیک بود. برخی واژه ها در این زبان خوددار شد و حالت سمبول بله چون نماد به خودشون گرفته بودن، مثل مثلا واژه جنگل، آفتاب، فردا و واژه های دیگر از این گونه، گل سرخ مثلا. و نماد خب یه واژه است که اول در تشبیهات بکار میره و داری که اونقدر جوا میفته در زبان شعر که دیگه بدون اینکه لازم باشه که آن چیزی که بهش مشبهانده شده، یا نمیخوام از این واژه عربی بکار ببرم، آن چیزی که بهش تشبیه میشه بکار ببرید، میتونید خود واژه رو بکار ببرید و شنونده شما یا خواننده شما در میاره که از چی دارید سخن میگوید. مثلا در شعر سنتی لعب یه نماد شده برای لب، نرگس نمادی شده برای چشم، نرگسش عربی جوی ما میفهمیم چشمش عربی جوی، لعل تو لعل سخنگو یعنی لب تو. اما یه منطقی، یه اصل منطقی به گمان من هست که پیوندی میزند نماد رو با نمود. بله. پس لعل نماد، لب نمود. بله. این پیوند منطقی بین نماد و نمود این است که هر چه نمود چنین باشد یا چنان باشد، نماد بسی بیشتر چنین یا چنان است. یعنی که مثلا اگر نمود سرخ است، نماد بسی بیشتر سرخ است. بله. اگر نمود کوچیکه، نماد بسی کوچیک کوچولوتره. اگر نمود بزرگه، نماد بسی بزرگتره. مثلا وقتی که شما میگید لعل، خب این لبی به صورتی لب که نیست، و علت این که این لب به عنوان نماد کار میکنه این است که همین است که از لب صورت داره. اگر شاعران یه واژه‌ای رو به کار میبردند، یه شیعی رو برمیگذیدن به عنوان نماد لب که از مثلا هیچ رنگی نداشت یا زیبایی درخششی نداشت، خب خنده‌دار میشد کارشون. بله. باری حالا از شعر سیاسی نیمایی مثال بزنم،
اشتباه میشد که من مثلا واژه ضحاک رو به کار میبردیم. داشتیم شاعرانی که در سخن گفتن شاه مثلا میگفتن این ضحاک زمان. خب این نماد کار میکرد برای اینکه از نمود بسیار بسیار زشتر بسیار بسیار بدکارتر و بسیار ستمگرتر بود. و البته که شاید یک مارکی رو گوشای خودش نداشت، هر روزم دو مغز جوان رو که نمیخواد. به هر حال این بود که از اونجا که این منطق پیوند نماد و نمود در کار بود، سمبولیش سنتگیری نمایی کار میکرد. ولی پس از انقلاب ما با یک جانبرانی رویارو شدیم که دیگه با اون نمادها نمیشد باشون سخن گفت. این یکی. اول اینو بگم که اولا سانسور جان خمینیستی تفاوت داشتن و دارند با سانسور جان آریامهری. شاه یک شاه زمینی و مدرن بود، انسان قزوینی بود. بله. و سانسورچیان او واقعا این کار اداری رو دستش می بردن برای که حقوق بگیرن و این بود که کارشون رو با اندکی عذاب وجدان و ناراحتی به کار می بردن. ولی سانسورچی خمینیستی خیال میکنه وظیفه دینی خودش رو داره انجام میده، با احساس غرور رو برای رفتن به بهش کار میکنه. این است که این یکی براستی بختگیرتر و بدتر رفتار میکنه. اگر او به برگ و بال ما میزد این که به ریشه میخواد بزنه. این یکی. دوم این که این سانسورچیان در آن زمان از خوانندگان شعر ما بودن و در چه راز و رمز نمادهای شعر نیما رو خوب میشناسن. با اینا دیگه با اون زبان نمیشه. بله بله. این یکی. دوم نکته‌ای که خواستم بگم راستانی گفتن شدن این که حالا فرض کن من در سخن گفتن از خمینی بگم این زهاد حق داره از گور بیاد بیرون یا از هر برس از زنجیرها خودشو وا بکنه از خشم و بیاد یخی منو بگیره بگه آقا چرا هر مفت میزنیم، من کجا به بدی این مردم. من به روزی دو تا خوک مغز جوان میخوردم ولی دیگه یه دفعه تمام زندانی هم سیاسی رو دیگه جان نمی کشتم که جنگ را نمی دفتم که یک میلیون جوانی یعنی یک جا کشه بشن، دو میلیون تغییر بشن از کار بیفتن. پس اگر قرار تو به من ناسزا بگی تو می تونی بگی این خمینی آن زمان. بله. اگر واقعا چنین است که سمبولیسم نیمایی از درون فرو می‌ریزه و ما دچار میگم زبان شعر ما دچار یک بحران می‌شود. این یه نکته بود. نکته دیگر این که اصلی داریم خود بهتر از من می‌دونی اصل همخوانی شکل و محتوا است. این که مثلا داشتیم خوانندگانی که هفت قلم آرش میکردن میمدن میرخشیدن و به هر رفت میگفتن که از روزی که تو رفتی عشق از چشم من جاریست تو نمیدن روزم روزی دارم سیاه است و بله. ولی سخنی که میگفتن با بادی لنگویج با اون رفتاری که داشتن البته یه نهمخان بود و این خب طبیعی است که کارشون رو بی اثر میکرد و همین ترتیب. و اما در پیوند با روزگار شاهی شعر نیمایی شعر سیاسی نیما با محتوای سیاسی خودش همخوان و همزمان بود. بله. شعر نیمایی مدرن بود، دستگاه شاهی هم یه دستگاه مدرن امروزی بود. بله. ولی ما الان با یه دستگاه پیشاقرون وسطایی رویارو هستیم. این محتوای بسیار عقب مونده رو با شکل‌های پیشرفته نیمایی به راستی نمیتوان خوب بیان کرد. یعنی من خودم بسیار بارها از شرف کنونی خود به زبون خودم یعنی به زبون نیمایی خودم نیست گفتم، ولی آخر میبینم دلم خالی نشده. بله. سخن ناگفته مانده است. این محتوای بسیار عقب مونده باید یک بار دیگه ما رو باز میگذینه به همون قاب‌ها و قالب‌های سنتی که
پیشاپیش در سخن گفتن از همین گونه محتواها برزیده شدند و در سخن گفتن از همین گونه محتواها اصلا شکل گرفتن و پدید آمدند. این است که من گمان کردم که هنگام آن است که همچنان که در تاریخ ما پرانتزی باز شده به نام فرمان فرمایی آخوندی، در شعر امروزین ما نیز پرانتزی باز بشه برای بازگشتن به بهره برداری از شیخ‌های سنتی. این بهره برداری، این پرانتز ادبی، گمان امیدوارم به زودی بسته بشه و بسته خواهد شد هنگامی که پرانتز تاریخی ما بسته بشه، یعنی فرمان فرمایی آخوندی به درک واصل بشه. این فشرده خیلی جالب بود اینیست که من دارم برای بازگشت به غزل و قصیده و فرم‌های شکل‌های سنتی. و در این میان خب وقتی که آن همه از اسلام عزیز و خمینی و خامنه‌ای و رفسنجانی و خاتمی و دیگران سخن گفتم، یعنی آن همه از زشتی و پلشت و دروغ و دروج سخن گفتم، چرا از زیبایی و نیکی و پاکی نیز سخن نگویم؟ چرا از برای نمونه بهرامجان مشیری یا دوست برادر نازنین خودم دکتر شفیع کدکنی سخن نگم، یا از هر کس دیگری که گمان میکنم شایستگی این گونه ستایش شعری ادبی رو داشته باشه؟ درود بر شما خوی جان. نکات خیلی خیلی جالبی گفتین، واقعا من نشنیده بودم. البته شما میدانید که پرداختن به قصیده و غزل و اینا تبهای بلند رو طلب میکنه، هر کسی هم قادر نیست آقای خوی گرامی در این کار، میدونید جان؟ بله بله، این وزیری فکر میخواد، نمیدونم تسلط بر مصطلحات، ترکیبات شعری و ایماژهای مناسب، اینها همه چیزهاییست که کار هر کسی نیست. و شما اولین قصیده که سرودین به یادتون هست چه بوده آقای خویی؟ من گمان میکنم فکر میکنم قصیده بود که همون قصیده برای خمینی. خمینی بله، اون اولینی بود که من شنیدم. اون اولین بود یا اون بود یا یکی که در همون نخستین هفته که به لندن رسیدم در نشریه آهنگر زنده یاد دو دوست و برادر نازنینم منوچهرجان محجوبی چاپ شد. قصیده ایست: ای مسلمین بدانید اسلامتان همین است، دین جور و جهل است، دین نفاق و کین است. اینجوری شروع میشه. بله یادم هست. یادم هست. بله بله بله. البته این نکته که شما گفتی کاملا درسته. برحال قصیده گفتن یا غزل گفتن یا روایی گفتن، روایی خودش یه تکنیکی داره که راستی که اون تکنیک دست نیاد سخنی که میگویی روایی نخواهد بود. بله روایی از نظر کارکرد شعری به فیلولیسم ارسطویی میمونه که بله مقدمات داریم، بعد نتیجه میگیریم و نتیجه وقتی مقدمات رو پذیرفته باشیم نتیجه رو ناگزیر باید بپذیریم. یعنی مثلا فرستان دوری میفرماید، حالا از خودم بگم، شیخی که گزیده بر هنر جادورا، فردوسی میفرماید هنر در زمان زهاد هنر خار شد جادوی ارجمند. بله ارجمند. بله شیخی که گزیده بر هنر جادورا، بسته است به روی شعر من چش سورا. ای مردم آینده بدانید که من بخشم همه کس را و نبخشم او را. به 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 به، خیلی عالی بود. به به. یا مثلا یکی دیگه بگم براتون،
ماهی ز گزند آب کی می ترسد، از گم شدن آفتاب کی می ترسد، ماهی ز گزند آب کی می ترسد، از گم شدن آفتاب کی می ترسد. او نگذارند شعر من چاپ شود، از کهنه شدن شراب کی می ترسد. به به، بسیار عالی بود، به به، بسیار بسیار عالی. یا مثلا یه نمونه دیگه، بی با یک دل غمگین به جهان شادی نیست، تا یک ده ویران بود آبادی نیست، تا در همه جهان یکی زندان هست، در هیچ کجای عالم آزادی نیست. به به، اینو نشنیده بودم، بسیار زیبا. به 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 به، مقصودم اینه یا فرض کن باید یکی تشریف هم میکنم که بازم بخونم. بخونید. گل می شکفت شکل دهن می گردد، گل می شکفت شکل دهن می گردد، افشاگر اسرار نهان می گردد، لبخندش و بس، لبخندش معنای جهان می گردد. بحبه. یا مثلا نوباوه جوان شود، جوان پیر شود، حق است که پیر هم زمینگیر شود، من منکر قانون طبیعت نیم، آه ترسم که برای عاشقی پیر شود. پیر شود، به به، زنده باد، بسیار بسیار زیبا. مقصودم اینه که این شکل ربایی به قیاس ارسطویی میمونه. بله، سه مصرع اول چون مقدمه کار میکنن که مصرع چهارم همچین خودکوار به سر هوش خواننده یا بر هوش خواننده فرود میاد و اون انگار ناگزیر میشه که بپذیره. به همین دلیل هم هست که من گواه میکنم این ذهن ریاضی خیام بوده که بهترین ها رو گفته، و یکی دو تا ابن سینا و اینا خیلی مشکل بوده. آفرین. بله، آفرین. یک استاد من نمایشیش برای نزدیک 600 روایی گفته، دو سه داشت فقط روایی هم واقعا. یکی از روایی هاشو که یادمه و خیلی هم دوست دارم بخونم برات. بله، از رو کوتاه کنم. می فرماید که نیما به گاو نیما گوید به گاو مانم که درست، زبونش هم زبون خودش البته حتی در روایی، نیما گوید به گاو مانم که درست، میلم نبران گیا که در پیشم روست، نزدیک نهاده رانده ام تا به کجا، اندر حوثی که به از آن خواهم جست. بابا خیلی خوب بوده. یا اون چه قصیه، اون روایی معروفش بسیار زیباست و پایان میتواند باشد با سخنان امروز من. میفرماید که از شعرم خلقی به هم انگیختم، خوب و بدشان به هم درآمیختم، خود گوشه گرفتم تماشا را، خواب در خوابگه مورچگان ریختم. باریکلا، باریکلا. بله بله، اینه که همچنان که در یه قصیده مفصلی گفتم، پل خربگیری است شعر کهن، از این روی ازش رم کنند این خران. درست گفتین. و گذشت از مطالبی که فرمودین، خود این وزن، این انقباض و انبساطی که در ذهن ایجاد میکنه بی اندازه مؤثره و قافیه بی اندازه زیباست. آقا دکتر هایی، البته قافیه آفریننده مضمون، اولا قافیه برانگیزنده تخیل آدمی زاده از یک سو، و از سوی دیگه همچنان که شما خودت الان گفتین، در حقیقت قافیه همه یعنی کار شما رو از شکل بگیم نخریفی در میاره به شکل غالی بافی.
فرزنده باد. به به چه تشبیه خوبی کردی. میدونید یعنی فرم داره، همه چیز از درون تار و پود پیدا میکنه، همه چیز از درون به هم دیگه گره میخوره و چنان میشود که خب این همین قصیده که من برای شما سرودم تموم شده بود به خیال خودم. بعد سه چهار روز بعد از سروده شدنش بود که یک صبح از خواب پاشدم، گفتم نه یه بیت در فلانجا کم داره این، و اون بیت سروده شد، خودش رو اضافه کردم بهش و تموم شد. مقصودم اینه که فرم رسیده و فرم حالا غزل، البته غزل خراسانی هم همینطوره، البته بله. از درون ابیات غزل خراسانی از درون به هم دیگه وافته شدند و غزل یک پارچه است. حالا برخی غزلهای عراقی به گفته اون آقای پروفسور عربری مثل به نخ کشیدن مروارید میمونه، که یعنی مرواریدها هر کدوم مستقلن بر خودشون، بعد نخ وزن است، نخ وزن قافیه است که اینا رو به هم دیگه پیوند میده، وگرنه از محتوا هر کدوم از جهان دیگه از چیز دیگری سخن میگن. یه باز اینم چون نیک بنگریم به ویژه در پیوند با حافظ حقیقت نداره، دکتر من کوشش کرده نشون بده که ابیات غزل حافظ از درون به هم دیگه گره خوردن. حالا بگذاریم از این سخن، ولی به هر حال نظم درونی، انضباط شاعرانه ای که شکل‌های سنتی به کار ما میدن، از درستی که مایه شکفته شدن استعدادهای درونی ما میشن، مایه شکفته شدن تخیل شاعر میشن به ویژه، و بسیاری از اندیشه هایی رو که در شکل‌های نیمایی نمیتوان بیان کرد به ما امکان بیانش رو میبخشند. برای نمونه همین سخنانی که من در همین قصیده با شما در میان گذاشتم، خب فرض کن اگر در یه شعر نیمایی نظم گفتم اصلا شعر نبود. بله همینجوره دکتر خوی گرامی. اول اون که این مایه افتخار من هست که نام من بر زبان تو استاد عزیز رفته، واقعا این رو نمیدونم چگونه باید بهتر بیان کنم. خیلی از شما تو سپاسگزارم و امروز بسیار بسیار عنایت کردی و بزرگواری کردی که با عرض کنم با این وضعیت جسمی که هست آمدی و اشعار رو به زبان خود و چه نکات جالب و مهمی در باب همین نوع شعر فرمودید. من امیدوارم حال شما بهتر بشه، بیشتر در این باب صحبت کنیم. خیلی خیلی بحث کارساز و شیرین نیست دکتر خویی. امیدوارم، ولی به هر حال برم جان من شما رو بسیار دوست می‌دارم، یکی از ارجمندترین انسان‌های این روزگاری، و همچنان که گفتم شایسته نه تنها این قصیده اصلی که بلکه شایسته هر گونه ستایشی هستی از سوی من و از سوی همه شاعران این روزگار. به راستی که برای مردم ما همان دانشگاه گونه ای هستی که گفتم. زنده باشی دوست و برادر من. قربانت گرم عزیز. بر خودت و بر همه همیهنان من و همزبانان هم در هر جهان که هستند و در ایران دویش. درود بر تو عزیزم. خیلی خیلی سپاسگزارم. هموطنان گرامی بزرگوار، با دکتر اسماعیل خویی صحبت کردیم، قصیده خوندن و سخنان خیلی جالبی، از ایشون بسیار بسیار سپاسگزار هستم. و شما هموطنان و همزبانان گرامی، پارسی زبانان عزیز در هر جای گیتی که هستید، درود میفرستم به شما و از شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.